سلام. بعد از یک وقفه چند هفته‌ای دوباره آمدیم به استودیوی 19. بلا کردیم. آفرین. مهمان این هفته ما رامشا شفا است. دکتر رامشا شفا. دکتر روانشناسی و آوازخوان خوب و همچنان یک فعال اجتماعی. رامشا جان به برنامه استودیوی 19 خوش آمدی. بسیار زیاد تشکر هارون جان. سلام. سلام برای همه هموطنهای عزیزم. بسیار زیادم تشکر که از ما دعوت کردین. خیلی دوست داشتم که به برنامه شما تشریف بیارم. نه تشکر، ما خوش هستم که آمدین. رامشا جان کجا هستی؟ چی میکنی؟ و چی کارهای تازه داری؟ هارون جان من در لس آنجلس زندگی میکنم. کارهای هنری ما پیش میبرم. البته خب وقت بیشتر ندارم که کارهای هنری ما به سرعت که میخواستم پیش ببرم. انشالله که به زودی کارهایی که پندینگ مانده بود دیگه او را نشر میکنیم. در ضمن با ارتش نظامی امریکا کار میکنم و خوشبختانه درسای ما هم جدیدن تمام شده. دیگه همین. سفرهای بسیار زیادی داشتم. همین چند وقت پیش که ما میخواستیم این برنامه را اسکیجول بکنیم با شما چند هفته قرار شد که باید برم ورجینیا به خاطر مهاجرین جدیدی که از افغانستان آمدن. دیگه درگیر کارهای اونا بودیم، الان برگشتیم. انشالله که چند تا کارهای هنری جدید زیر دست داریم. منتظر هستیم. بزودی منتشر میشه بخیر. رامششان خودت دکتر هستی یا دکتر هستی؟ در کدام رشته دکترا گرفتی و در کجا دکترا گرفتی؟ ما در رشته سایکولوژی دکترا گرفتیم و از پانتون امریکن یونیورسیتی فارغ شدیم. البته سالهای ریسرچ و یا تمام درسای ما در یک جای نخواندیم. 3 سال در ژاپن درس خواندیم. چند سال قبل از ژاپن هم در ورجینیا درس خواندیم. بعدش نصیب شد آمدیم طرف کالیفرنیا، دیگه بالاخره درسای ما به آخر همینجا رسید. چند سوال بسیار مختصر و مختصر جواب بده. خبر دارم که عروسی کردی. چند فرزند داری؟ عروسی کردیم؟ نکردی. هارون جان من عروسی ازدواج کرده بودم. البته 12 سالم بود که ازدواج کرده بودم. ازدواج خب به یعنی به توافق خودم نبود. طبق که شما شاید خبر داشته باشین که در افغانستان بعضی ها شکار ازدواج زیر سن یا کودکی ما میگیم میشن. این یک خیلی چی بگویم، یعنی در کلچر ما یک رقم ای جنایت جا کرده. یعنی الان اگر اکثر از افغانای ما را در افغانستان بپرسیم ای را نمیفهمم، یک رقم افتخارم میدانن و فکر میکنن که ای کلچر ماست، کلتور ما باید به این شکل باشه، در حالی که همچون چیزی نیست. به هر حال من ازدواج کرده بودم و از اون ازدواج یک دختر دارم. دخترکم 16 ساله است. با ما زندگی میکنه، در امریکا هستیم. دیگه بعد از او خب یه ازدواج ناکام دیگه داشتم دیگه. That's it. رامشا جان خودت در قندهار تولد شدی. چند ساله بودی که از افغانستان برآمدی و در قندهار که بودی پیش از اینکه برآمدنت بگویی، در قندهار وقتی بودی پدر و مادرت با خودت بودن؟ چی کار میکردن و حالی کجا هستن؟ هارون جان من 2 سالم بوده که مادر و پدرم هر دویشان به اتهام کار کردن با سازمان ملل متحد توسط طالبا کشته شدن. دیگه سرپرستی مرا خب بعضی از فامیلای پدریم به عهده گرفتن. ما با اونا بودیم تا سن 12 سالگی که بعدن ازدواج کردم و 14 سالم بود که آمدم امریکا. دیگه مختصر همه قدر
در وقتی که پدر و مادرت طالبا کشتن، خودت باز کجا رفتی؟ پیش کی بودی؟ و چطور رویه شد با خودت؟ آیا مثل پدر احساس میکردی که پدر نداری و مادر نداری؟ چون که خودت 2 ساله بودی. بله طبعا 100% متاسفانه در افغانستان خب هر فامیل از خودشان بیشتر از یک طفل و 2 طفل 3 طفل دارن و همیشه ما با فامیلایی که بودیم فامیلای پدری ما بودن و اونا از خود 5 تا طفل 6 تا طفل داشتن از این خانه با اون خانه و یک چیز پنهانی نیست. ما بعض وقتا در فیلمای هندی می دیدم که مثلا یک طفل که مادر و پدر نداره نمیدونم تا 20 سال 30 سال خبر نمیشه که مادر و پدرش اینا نبودن. ولی در افغانستان این رقم نیست. از روز اول که گوشتان میگه و میگه میگه که یک به حساب یک نانخور اضافی یا نمیفهمم که از خودش نیستی و این احساس از بچگی برای شما میته و بخواین نخواین شما میفهمین که چی خبر است. خوبه دیگه، تلخ و شیرین داشتیم، روزای خوب و بد داشتیم تا زمانی که سپرده شدم به دست یک قاچاقبر بگین یا کسی که کشت کار تاریاک میکرد و از خود 2 تا زن داشت و 4-5 تا فرزند داشت. باز شما آمدین از افغانستان به امریکا راسان یا یکی جای دیگر؟ من از قندهار آمدم به کابل. بعد دیگه خوشبختانه در کابل کارایم به بسیار سرعت انجام شد و تانستم که ویزه امریکا رو بگیرم و آمدم امریکا. خب چند ساله بودین گفتین امریکا آمده؟ 14 ساله. خب وقتی امریکا آمدی طبعا با افغانا هم آشنا شدی و دیدی، چطور یافتی افغانهایی را که در امریکا بودن و پیش آمدشان با خودت چطور بود؟ من نه چندانه با خیلی از افغانا ما آشنا نشدیم، شاید 2-3 فامیل بودن که در اوایل وعده های همکاری هم داده بودن که وعده هایشان رو بر جا نکردن و یک کم گمراهم کردن از اون کاری که باید انجام میدادن، مثلا تمدید کردن ویزا بود یا مثلا میتونستن راهنمایی اقلا راهنمایی بکنن که من به چی شکل میتونم که دخترم اسپانسر کنم بیارمش از افغانستان به امریکا. ولی خب بدبختانه شاید هم شما از این تجربه های تلخی از بعض از افغانا داشته باشین، ولی برای من بسیار سخت تمام شد چون یه نفر دو نفره که بهش اعتماد کردم و گویا که اینا کمک میخواستن بکنن راجع به کارهای دخترم که نکردن و پول خرج کردیم و فقط 1-2-3 فامیل شاید بوده باشه که بعدن سریع من رفتم با ارتش نظامی امریکا ساین اپ کردم و که از اون سال 2008 که کار میکنم تا الان دیگه کلن من خودم کندم از افغانا. افغانایی که البته در امریکا هستن بعضیشون بسیار خطرناک هستی رو باید احمدانه ما بفهمن. نه ها رفتی و با نظامی هایی که در امریکا بود کار کردی، چی میکردی در اونجا با افسران؟ ما در شروع خب ساین اپ کردم چون زیر سن بودم دیگه، از با کمپانی در داخل پانتون نظامی ها از طریق DLI فقط لنگویج درس می دادم، پشتو، فارسی، فارسیم که اوقدر خوب نبود، پشتو و اردو درس می دادم دیگه. صرف چی میگن مینلی پشتو درس می دادم برای مارین سپیشل فورسز که همینجا در کمپ پنلتون که در سان دیگو هست، اونجا تقریبا بیشتر از 1 سال برای سپیشل فورسز درس پشتو دادیم. بعد دیگه آیستا آیستا از این طریق پروژه های مثلا لنگویج برام پیشنهاد کردن سال 2009 که مثلا اگه جنگ بری دیپلوی شوی با مارین سپیشل فورسز، حالا اینجا که ای امتیازات داره، اگه بری جنگ امتیازاتت بیشتر میشه و برای ویزای دخترت خیلی کمک میکنه.
همه like life insurance و health insurance و چیزا برای من مهمترین چیز همی ویزای دخترم بود، آوردن دخترم بود. یعنی او وقت دختر در افغانستان بود، خودت طبعا پناه آمده بود به امریکا. بله. خوی خوب بود که رفتی که دخترتان ببینی و امکانات از ایران برات مساعد شوه که دخترت بیایه. خب رفتی در اونجا بازم برای نظامی کار کردی؟ بله. ما وقت افغانستان رفتم، دیپلوید شدم، جنگ مرا فرستادن، من نتونستم دخترم رو ببینم. چون ما وقت از اینجا دیپلوی میشیم میریم افغانستان، فقط یا میتونیم در داخل بیس باشیم یا میتونیم در خط اول باشیم. فقط اون میشنایی که از اینجا برای ما اساین میشه، ما فقط اون کارو میتونیم انجام بدیم. اگه احیانا از بیس ما سر به خودم میرخم بریم و خیش و خوم و دختر و بچه خودو ببینیم، راستن دیگه همونجا جا در جا فایر میشیم و بلک لیست میشیم، پس ما را میفرستن به امریکا دیگه. ما امی تقریبا 2.5 سال 3 سالی که در جنگ بودیم، من نتونستم دخترم رو ببینم، در حالی که بسیارم، یعنی یک ولایت ما فرق داشتیم، میتونستم بیایم ببینمش. سخت بود، بسیار سخت. یک سوال دیگه شاید درست باشه، خودت با یکی از افسرهای آمریکایی آشنا شدی که بازم رای کمک کرد، درست است؟ بله. کمک کرد به خاطر که دخترت بتونی بکشی از افغانستان، یا ای که آشنا شدی و دوباره پس رفتی امریکا و باز پس آن قصه ژاپن هم میکنم که یک مدتی در ژاپن بودی. خب برصورت وقتی که در امرای افسرهای نظامی در اوجه بودی، تا وقت نمیخوندی آواز یا میخوندی؟ نه، اون وقت هنرمند نبودم، اون وقت آوازم نمیخوند. چرا؟ در داخل بیس ملیتری ما اونجا در جنگ بودیم، خب بالاخره مانده و زله و خسته می آمدیم، بعض روزا ویکندا بعضی های ما وقت می خواندیم، ما هم یک زمزمه می کردم و می خواندم، ولی خب پروفشنلی نه هرگز. من اصلا فکرشم نمی کردم که بعدا می تونم هنرمند شوم یا برای مردم افغانستان بخوانم. باز پای بند کده چی وقت شروع کردی؟ 2015 موزیکی 2015 چطور شد شروع کردی؟ دیگه در سال 2015 چون همی چی میگن کانترکت ما در ژاپن تمام شد در سال 2015، آخرای 2015 دیگه ما برگشتیم امریکا. همینجا قراردادتان تمام شد؟ بله، قرارداد ما در ژاپن برای 3 سال بود. قرارداد ما 3 سال ما قرار بود که استیشن باشیم دیگه. بعد از ختم شدن قرارداد خب باید برگردین به مو کشور خودتان دیگه. برگشتیم و ما چند سال قبل از این که ما بریم ژاپن، همین زمانی که با ارتش نظامی در داخل افغانستان کار میکردم و رفته بودیم جنگ، همینجا یک کمی از طرف دوستا و آشناها تشویق شدم وقت زمزمه میکردیم و میخواندیم بین خود ما دیگه. خب آیستا آیستا فکر کردم که خب ما میتونم که هنرمند شوم و همیشه علاقه داشتم، علاقه زیاد داشتم، ولی پهلویش ترس بود. چی؟ بازنیت اینجوری شده گفته، انتر شدی. با انتر شدی بسیار پیش رفتی. اولین آهنگایی را که میخوندی به یاد داری؟ اولین آهنگ من آرزو بود. آرزو. نه، اولین آهنگایی که از دیگه کسا میخوندی، یه آهنگ آرزو خود از خودت است که یعنی خودت خواندی و برات ساختن. پیش از او به کدام از آوازخوانها علاقمند بودی؟ کدام آهنگا رو میخوندی؟ از کدام آوازخوانها میخوندی؟ من اگه حقیقتش براتان بگویم، شاید خیلی هم از هنرمندای افغان قهر شوند بعد از شنیدن این حرفای من و شاید هم فکر کنه که من چقدر یک آدم بی تربیه است که نه از تاریخ هنر افغانستان هیچ چیز به سر در نمی آوردم. باور بکنین که من فقط آهنگای هندی ره زمزمه می کردم و هنرمندای افغانستان اصلا نمیشناختم، به جز از آقای فرهاد دریا دیگه هیچ کدامشان رو نمیشناختم و همی باعث شد که یک ذره چی شد دیگه، اینطور شد دیگه امروز.
امروز این طور شده میباید از آهنگایی را که زمزمه میکردی یعنی آهنگای هندی بود یا هر چی که بود یک زمزمه که بابا فهم که چه قصه میخوندی دی اول میشه؟ این دیگه بیچار کار سخت است هارون جانی نمیشه دیگه من میفهم قرار بود که یک گیتار هم با خودت باشه ولی قرار بود گیتار باشه گیتار نیست وارد خلافی کردی خب خیره بر صورت هم زمزمه کو زمزمه شما میشنویم چی زمزمه کنم؟ به خدا من هیچ تیاری ندارم باور به خدا بدون تیاری چی زمزمه بکنم؟ شما فرمایش بدین به خدا من یکی از خواندن یکی از خواندنای هندی را که سابق می‌کردی در موجا کانوس شروع نکرده بودی با ثبت اولین آهنگت کاروزوس بخوان دیگه من یادت هست خب میرے ماہی سنم جانم کی بکر یا نمیدانم شب گزری تے جگ سویا نیم جگ یا نمیدانم میرے ماہی سنم جانم کی بکر یا نمیدانم شب گزری تے جگ سویا نیم جگ یا نمیدانم بسیار عالی والا آفرین بخوا بلاس اینو مخدا جدی Thank you میگن که خودت بلایی رقم خنه می باشه از این بطر می باشه میگن که خودت چند لسان هم ایاد داری با چند لسان گپ می تینی راست میگن یا ای که همه تو دروغ میگن خب بیا که یک امتحان بدیم دیگه امروز که اگه راست میگم میگه چی میگه یک ضرب المثل داریم ما میگه که اینی که باش اینی چی؟ اینی گز اینی میدان اینی گز میدان ای برکت ببینی اینی گز این میدان چند زبان یاد داری و چرا یاد داری ما خب پشتو زبان مادریم است آها که کلن کمپلیتلی یاد دارم نوشته خواندن ترجمه همه چی دری را یاد دارم به خاطر که خب زبان ملی ماست در افغانستان و خب بالاخره فامیلا ما فامیلای زیادی داشتیم در افغانستان هم که دری زبان بودن و حرف می‌زدن بعدن که من امریکا آمدم بسیار کوشش کردم سر زبان دری و فارسی ما که بیشتر تقویت شود در اوایل اگه شما اینترویوهای مرا ببینین بسیار دیگه چی میگن به پشتو میگه گلن یو بوت اورکری دی بسیار چیزای جالب گفتین ولی پشتو دری الان خب لهجه یک ذره فارسی شده و شما میدانین به خاطر چی و خب زبان انگلیسی و اسپانیش که زیاد قدر قوی نیست اردو و هندی و یا چطور است اردو از یادم رفت اردو را خب مکمل میفهمم البته بعد از زبان پشتو یگانه زبانی که ما باش راحت هستم و reading writing translate میتونم بکنم اردو است جدی دیگه پنجابی آفره. رام یک ذره یاد دارم پنجابی و اسپانیش کم اونقدر راحت نیستم هندی اما هندی و اردو دیگه یک تقریبا یکی شبیه هم مثل فارسی ایرانی و دری ما خودت بسیار آفرین تو دستورت نمیفهمی خودت بسیار زبان میفهمی یا میفهمید از دورت؟ نمیفهمم که این زور زبان ها چی است خب فقط ما را جنگ کشانده و آورده برده زخمی کرده و آورده آورده زخمی گفتی خودت زخمی هم شده بودی؟ بله بله گوله خورده بودی یا این که تانک؟ بله چی خورده بودی؟ نه شرپنرز چره ما چره میگیم؟ چره آه چره توفن چند چره خورده بودی؟ یک دانه زیاد نه تقریبا 7-8 تا چره خورده بودم و بعد دیگه فرستادن مرا از جنگ خب وقت اونجا زخمی میشین اولین جایی که شما را میفرسته جرمنی است خب چون چی میگن شفاخانه موجود بود شفاخانه های نظامی هایشان که مجهز هستن و برای کژولتی ملیتری هستن در جرمنی است که نزدیک تر است دیگه از اونجا بالاخره تکه و پرخچه آمدیم امریکا ولی
اینجا برام بسیار سخت تمام شد. تقریبا اگه براتون بگویم بیشتر از 8 ماه من منتظر بودم در لیست، در لیست پیوند اعضا. بله 8 ماه ولی کار میکردم، درس ما میخواندم، همی جریان ریسرچ پی اچ دی من بود. خب دیگه اصلا بسیار روزای سخته بود، بسیار واقعا جای رسیدم فکر میکردم که خب this is it دیگه، من دیگه قرار است که به این شکل باید بمورم از پیوند. پیوند اعضا گفتی، یعنی خدای نخواسته کنم جایت قطع شده بود یا از بین رفته بود یا چرا را میکشیدن؟ نه قطع نشده بود، چرک خورده بودم. چی میگیم ما، اعضا، یکی از اعضای بدنم ناقص شده بود که باید از یک انسان دیگر را باید پیوند میبستن برای من. اگر نمیبستند فارسی با. اگر این کار را نمیکردن، اگر برام ترانسپلانت نمیدادن، امکانش بود که اصلا اون حسه وجودم دیگه برای همیشه از بین بره. خوب شد، بخیر گذشت. حال کنم دانه چرا در بدن تا نمانده؟ نمیفهمم، برم چک بکنم شاید. از میدان هوایی اگه تیر شدیم یکان دفعه که آشپزی میکنم صدای ترنگ ترنگ میای، نمیفهمم شاید یک دو تاش مانده باشه. آشپزی گفتی، آشپزی چطور است؟ از یک نفر مشنیدم که آشپزی یاد داری، مرا بسیار زور داد که از مام کده یاد داره؟ نه برابر شما، هیچ کس آشپزی خوبی یاد نداره. نه جدی میگم، چطور است آشپزی؟ خوب است دیگه، او قدر فوق العاده نیست، خوب است. یعنی تخم جوش داده میتونی؟ تخم مرغ میتونیم. بس، آزه، هیچ غم نداری. ببینین خب مشکل ما اینجاست که ما چون ما در قندهار تولد شدیم، ما اونجا بزرگ شدیم، بعد خب زندگی بعد از ازدواج ما بسیار یک زندگی شاقه و بسیار سخت بوده. اونجا چون ما چویس نداریم، یعنی آپشن یا خود ما انتخاب نداریم، همه چی سر ما تحمیلی و بزور باید یاد بگیریم. به این شکلی که میبینین قرآن شریف به چی زدن و کندن و بزور ای طفلای معصوم میشانن و میزنن در سرشان تا یاد بگیرن کورکورانه حفظ بکنن. دیگه داون سایدش همی است که این یک چیز است که همیشه ترس در وجود آدم میمانه. همین رقم آشپزی دیگه، سر این آشپزی ما بسیار اذیت شدیم در قبل، در زندگی قبلی در افغانستان که بودیم دیگه. به یک شکل ما بالاخره شاید زیادتر از زنای افغان این وظیفه میدانن، میفهمین وقت میگه که خانه شوهر بری، خانه شوهر که بری دیگه آشپزی را یاد نداشته باشی داشت. از خانه بیرونت میکنه و طلاق میگیری و فلان میشه. این یک ترس هست که از بچگی وارد وجود ما میشه توسط والدین خود ما. نه راست میگی. رامشو جان، پیشتر در مورد آهنگ آرزو گفتیم که اولین آهنگت بود، ضبط کردی. از ساختهای کیست؟ چی وقت ضبط کردی؟ کیا با خودت نواختن؟ یک قصه کدگه در مورد آهنگ، اولین آهنگ تامس یا یادت رفته؟ نه یادم نرفته، اولین آهنگم است، بالاخره بسیار برام مهم است. چطور یادم میره؟ این آهنگ آرزو شعرش خودم نوشتیم. آفرین. خوزش هم یک مقدار آشناست برای افغانا، چون شبیه یکی از آهنگای هندی است فکر میکنم. و خب میوزیکش قیس جان الفت درست کرده، قیس جان الفت با شکیب عثمانی. من البته در ژاپن بودم دیگه، بعد از امتحانای ماستریم بسیار سخت بود برام که ایره یک رقم باید سکجول بکنم که از ژاپن برم و به کانادا در استودیوی آقای قیس الفت و شکیب عثمانی ای آهنگ بتانم رکورد بکنم. دیگه بالاخره ما سکجول کردیم و رفتم از ژاپن، پرواز کردم به کانادا. دیگه ای آهنگ در تورنتو ثبت کردیم، کمپوزش آهنگش اینا درست کردن و میکس و مستری همه چیز. البته بسیار اینا کمک زیاده کردن در عرصه ای آهنگ. خود قیس جان الفت هم در وسط آهنگ یک آلاپ خوانده. دیگه
تشویق اینا بود، سپورتشان بود که ای آهنگ بسیار گل کرد، بسیار ویو گرفت. یعنی در هفته اول اینا کمک واری زمزمه میکنی جان 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 کمک واری باش. ما آهنگ از یادم رفت، چی بود؟ آرزو بود. آرزو آم ببین چقدر وقت گذشته از این آهنگ. 5 سال 6 سال پیش بودم. 6 سال چی هست؟ ما مردم از 50-60 سال گپ میزنیم که خودت 5 سال میگی. خب بگو. ما مموری و دیگه فرمت شده. خب یک کمه که براتان زمزمه بکنم. گاه کن نگاه بسایم، گاه بینشین رو برایم. گاه کن نگاه بسایم، گاه بینشین رو برایم. که با من بمانی جانم، بسمین از آرزویم. بسمین از آرزویم، بسمین از آرزویم. بسمین از آرزویم، بسمین از آرزویم. اوکی زنده باد. آفرین. بسیار عالی. چقدر خوب است. ما میتونیم که هر روز امیر خم بیاییم لایف برای همدیگر کانسرت بدیم. فردا نوبت شماست. بسیار 100%. رامشا جان گوش کن، خودت گوانتانامو رفته بودی؟ بله. زندانی بودی یا ای که اما تو رفتی برای توریست؟ نه زندانی بودم. از اینجا برای کشکده بردن گوانتانامو به گفت تمام گفت تمام بدبختی های افغانستان از سر توه. گفت تو را باید ببریم اونجا شلاق زده زده شلاق باید اقرار بکنی، اقرار بکنی که چرا وضعیت افغانستان امروز به این شکل است. رفته بودی ها؟ بله. ما هارون جان در گوانتانامو بی کار کردیم. امی پروژکت هایی که مرا فرستاده بودن گوانتانامو بی و می دلیل در قندهار، هلمند، دیگه کجا میگه کنر، اینجا کار کردیم. بیشتر با کمپانی های اینوستیگیشن که اسمایشان رو نمیخوام امروز اینجا بگیرم، ولی امی انتریگیشن بودن و یعنی بسیار از نزدیک با اینایی که زندانی بودن در گوانتانامو بی، در قندهار، در بگرام، در ولایت های مختلف افغانستان. دیگه من به عنوان ترجمان برای انتریگیشن با این گروپ میرفتم و کار میکردیم. چی دیدی؟ البته مختصر بگو. میتونی بگوی؟ خیلی خیلی چیزایی که نباید میدیدم و نباید میفهمیدم. خیلی چیزایی که نباید میدیدم. فکر نمی کنم که هرگز بتونم فراموش بکنم. ولی خب ای کاش که این به این شکل نمی بود. ای کاش که ما اینجا نمی رسیدیم. من دلم برای مردم افغانستان واقعا ما براتون بگویم که چی طالب باشه چی نباشه، چی هر قوم باشه، هر کی که باشه، بالاخره هر کس بعد از یک شکست، بعد از دست دادن عزیز خودشان اسلحه برمی داره. من خیلی خاطره های بدی دارم از طالبا و سخت خلافشان هستم. ولی برمیگردیم به زندگی کاری، در عرصه زندگی پروفشنال ما، چیزایی که ما دیدیم و اکسپیرینس کردیم. واقعا بعض وقتا شده که خیلی سرم فشار آورده که باید فکر ما عوض بکنم. سخت است. خب رامشا جان خودت امرای آوازخانهای دیگه هم دوگانگی خوندی یا دوگانه خوندی؟ و بل. یکیش بل. اندی است. بله. امی قصه دوگانه خانی با اندی را بکو که از کجا شروع شد، چطور معرفی شدین، آهنگ از کیست، چرا که پشتو و فارسی خواندین ها؟ بله. اگه اشتباه نکنم. قصه امی بله بله خود و اندی را بکو که چطور شد که آهنگ خواندین؟ آخای اندی، خب چون ما در یک شهر زندگی میکنیم، اونام باشنده لاس انجلس هستن، از طریق یکی از دوستای خیلی نزدیکم
با اونا آشنا شدیم و بالاخره تدارک یک آهنگ دوگانه را صحبت کردیم با ایشان، چون همیشه دوست داشتم که هنرمندای افغان به خصوص طبقه اوناس در عرصه موسیقی بیشتر و بیشتر بتانن که راحتر پروگرس بکنن و با هنرمندای کشورهای همسایه کلابریشن داشته باشیم. دیگه چون اندیجان قبلا هم با چند تا از هنرمندای معروف افغان ما خوانده بودن، آهنگ دارن دیگه. بسیار اندیجان چون بسیار یک چی میگن، بسیار فرندلی هستن، یعنی آنقدر همگی دوستشان داره، انسان شریف مو اندازه، بسیار یک آدم شریف، بسیار فرندلی، بسیار اصلا وقتی باشان آشنا میشین و باشان صحبت میکنین آنقدر داون تو ارث، چی میگیم ما، خاکی یا میفهم، ما دیدیم از نزدیک چند بار با اندی چشته ما دیدیم، آنقدر اینا خوش اخلاق و مهربان هستن، یعنی بر زبانشان نه نمی آید. ما این اخلاقشان بسیار زیاد دوست دارم. دیگه بالاخره بمی در جمع دوستای ما بودیم و موافقه کردیم و گفتیم که این آهنگ دوگانه را با هم بخوانیم برای کمیونیتی پشتونا و برای کمیونیتی فارسی دری زبانا، یک چیز جدید و نو و جالب میشه. بسیار خوب آهنگ. البته اون وقت فارسی ما قدر خوب نبود، اگه فارسیم خوب می بود فارسی می خوانم. میفهم. کدام آهنگ بود که خوانده بودی؟ اون بخش پشتوش میچکه؟ لطف کنی. بیا. اصلا او آهنگ نمیخوام زمزمه بکنم. خیلی آهنگ دیگر زمزمه کن. آهنگ دیگرم. چی؟ امروز بیخه کنسرت شد، هارون جان. چطور؟ بیت کنسرت هست دیگر. نوز ما شروع نکردیم. کنسرت مشترک هست. امی آهنگ خودم رو براتون زمزمه میکنم. بخوان. درست است؟ آهنگ خودم کیست؟ خود ساختی خودم؟ آهنگ جدید مستم. یه چند هفته پیش ریلیز کردیم، چند ماه پیش. بخوان. اوکی. همه شهر رو خبر کن، بگو ما مال همین، بگو عاشقیم و از هم دیگه دل نمی کنیم، بذاتا همی بدونن چه قشنگ عشقمون، توی قصه های عاشقونه میره اسممون، گرمی دستاتو، حرم نفسهاتو، یا هیچ کسی یا تو، میخوام باشم با تو، میخوام باشم با تو. عالی، زنده باد، زنده باد. ما دنی را بسیار دوست دارم، منیجرت هم. بله. دوست ماست، رفیق ماست، اگرچه از نزدیک ندیدیم، تصویری دیدیم، تلفنی زیاد گپ زدیم، آدم بسیار جالب، آدم بسیار فامیده و آدم بسیار با فرهنگ. ما زیاد خوشم آمد. سلامای ما را برش میگی و بگو هارون جان قند بسیار سلام بگی. برش میگم که هارون جان خند بسیار سلام فرستاده برد. بسیار سلام بود. چی گپایی داری برای شنونده هایت، برای مردم افغانستان و با کسایی که امیال صدایت میشتمن؟ پیام خاص خو البته اصلا نمیفهمم که آدم چی بگه. میدونین بسیار سخت از شرایط فعلی و هر قدر هم که راجعش صحبت بکنیم یا افسوس بخوریم بازم کم است. ما فقط صحت و سلامتی هموطنهای خودم رو میخواییم و آرزو دارم که انشالله شرایط افغانستان، وضعیت افغانستان انشالله رو به بهبودی شود و یک روز شاهد افغانستان آزاد باشیم. و بری و در اونجا یک کنسرت هم بدیم. و بریم در اونجا یک کنسرت بدیم بخیر. دکتر جان، یک جان تشکر، دکتر رامشا شفا، که لطف کردی در برنامه آمدی، زنده و سلامت باشی. امیدوار هستم که بازم بیایی، خودت بلندن ببینیم،
در روی استیج و بسیار چکف بزنیم، کف بزنیم. بسیار تشکر از لطفت، زنده و سلامت باشی. بسیار زیاد تشکر از شما هارون جان، بسیار زیاد تشکر، ممنون از دعوتتان. تشکر، روز خوبی داشته باشی. بیننده‌های عزیز، گفتگوی ما را با دکتر رمشا شفا، دکتر روانشناس و یک آوازخوان و فعال مدنی شنیدین. لطفاً کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنین و بس دیگه. تا هفته آینده شما را به خداوند می‌سپارم. روز و شب همه شما خوش و خوش و خوش و خوش.